کسی جنایتکار را دستگیری میکنند، جنایتکار حسابیده میشود، بیاید فرزندمون را تربیه کنیم، قانون شکنی نکند، آبادی کنیم، برای خلق و وطن خدمت کنیم. با امید خوشروزگاری خاندان، با امید کمالی عمر فرزندان، با امید برکتی خاندان شما، ما امروز به برنامه نو و برنامه جدید حسن آغاز می بخشیم. برنامه امروزی ما تحت عنوان کمال همنشین بر من اثر کرد مطرح می گردد و منبر هر هفته این برنامه تحت چنین عنوان با شخصان فاضل و دانای منطقه مطرح می گردد و پیشکش بیننده زکی و ارجمند تلویزیون بدخشان می گردد. کمال همنشین بر من اثر کرد. مصرعی است که از قطعه شعری شاعر بزرگ ملت تاجیک، شاعری که صدها جهان معنی دارد، اشعار پرمحتوای او سعدی شیرازی متعلق است و این قطعه شعری چنین آغاز دارد: گلی خوشبوی در حمام ریزی، رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکی که هستم. بیننده ارجمند، برای شما معرفی می سازم. مهمون امروزی برنامه را حضور دارند در صحبت با ما استاد بسیار هم گرامی قدر، یکی از فاضلان سرزمین شغنان، استاد شفقت آقا نظرف، سرور مؤسسه تعلیمی رقم 23 ناحیه شغنان. استاد ارجمند، خوش آمدید و بار دیگر تکراراً این مصرع رو بیان می سازم که کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همون خاکی که هستم. استاد، منظور سعدی بزرگ در این قطعه شعری چی است؟ سلامت باشید. و در مورد سعدی سخن گفتن و در باره اشعارش اندیشه راندن کار سهل نیست. سعدی شیرازی یکی از بزرگان بشریت هستند، شخص مقرری نیست، شاعر ملکوتی هستند. بزرگوار است که سخنانش در ایالات متحده آمریکا در پیشتوق بنای سازمان ملل متحد، بیت مشهورش، شعر مشهورش بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش یک گوهران، در پیشتو با خط زرحلین نوشته شده است که این قدر و منزلت سعدی تاجیکان و فارسان رو در تمام دنیا نشون میدن. سعدی بزرگواری است که در ادبیات فارس و تاجیک یک اصطلاح نوی رو به وجود آورد که این اصطلاح بعدتر به تمام شاعران بزرگ منبعه فارس و تاجیک تاثیر خیلی عمیقی بخشید، که این اصطلاح آدمیت است. آدمیت در ایجادیات سعدی شیرازی موقع خیلی کلانی دارد و این موقع کلان داشتن از گمانیستی و انسان پروری سعدی شیرازی منشأ میگیرد، چرا که بزرگانی که انسان رو هدایت کرده هستند کوشیدند که آدمان رو در زندگی به موقعیتشون، به رسالتشون شناسا نمایند. از جمله رجوع میکنیم به سخن مولانا روم که میگوید که خیشتن نشناخ مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. و رسالت سعدی و سعدی بر این او در زندگی همین بود است که بزرگی و عشمت و موقع خود رو باید انسان دریابد و با واسطه من دریافتن باز به اصل مایه خود برگردد. و می بیاییم به مسئله آدمیت. تن آدمی شریف است، با جان آدمیت، نه همین لباس زیباست،
نشان آدمیت. اگر آدمی با چشم است و دهان و گوش بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دی ماندی که فرشترا ندارد و با مکان آدمیت. و از این لحاظ تمام آثار سعدی شیرازی بزرگوار در ماورای امن آدمیت و شناختن رسالت خیش سخن می کند، بیان می گردد. و می بیایم بیوسته به قطعه سعدی شیرازی دلی خوش بود. بله. یک لقمه معنوی خیلی زیبایی است. بله. که می خواهید در حال وی رو فرو برید. دلی خوش بود در حمام روز رسید از دست محبوب به دستم، بده گفتم که مشکی یا حبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتم من گلی ناچیز بودم، ولی که مدت با گل نشستم، کمالی امنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکی که هستم. معنی اوی بزرگان کلاسیک فارس و تاجیک که سخن گفتن با تعبیر تاجیکانه، سخنان اونو 366 پالو دارد. پالوی زویری همین قطعه دران است که سعدی بزرگوار امروی یکی از دوستان جانیش به حمام می رود. حمام جای نظافت است، تو تازگی است و پاکیزگی است که انسان پاکیزه می گردد. و در اینجا اون دوست نزدیکش با او گل خوشبوی را می دهد که با تعبیر امروزه وی را صابون می گوید، چون که در شکل گل است. و هم گل خوشبوی را به او می دهد. و چون انسان یک موجود زیبای پرست است، خوشبوی را می پرسته، بله، صورت زیبا پرست است، اخلاق زیبا پرست است، گفتار و رفتار پندار نیک را می پرستد. و سعدی که انسان عثمانی است، بوی خوش او را مست می کند. مست به معنی اون است که جانش گوارش می یابد، یعنی روحن روبلن می شود. و همچون شاعر اکنون استاد سخن با گل مراجعت میگوید که مشکی یا حبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. و اون گل رو به زبان میارد و گل میگوید که نه، من یک گل ناچیزی بودم، یک خاکی بودم، ولی در امان کارگاهی که انسان ها با هنر دستانش مهنت میکنن، مرا با گل امنشین ساختند، بوی گل را به من سرشتند. و هم بوی گل بر من گذشت، اثر کرد. وگرنه اگر همان بوی گل نمی بودم، نشینی گل نمی بود، من همان خاکی که هستم قدر و منزلتی نداشتم. بله. و ندارم. بله. استاد، این است معنای ظاهری، ولی باز معنای نهان است. معنای باطنی، معنایی که در خود توبیش های خیلی بزرگی دارد. و مدومی که انسان با انسان فوزل، با انسان کامل، با انسان باطنان بزرگ و والا هم نشین میگردد، البته نیکویتی به خود میگیرد. و مدومی که ما با اشخاص فطرتان پست هم نشین میگردیم، البته تاثیر اون رو نیز به خود میگیریم. در همین قطعه کلمه های کلیدی هستن: گل است، خوشبوی است، امنشین است، کمال است، ولی اثر کردن است. و همین کلمه های کلیدی اکنون به معنی باطنی اش اشاره میکنن، که از روی تفسیر بعضی ادبیات شناسان و علمان اینجا سخن درباره آن میرود که سعدی رو یکی از دوستان نزدیکترش، یکی از دوستان محبوبش با یک شخص انسان نیک سرشت، فرزانه، دانشمند، با ادب، با حقل دچار میکنند. و همین شخص فرزانه و دانشمندی که با سعدی دچار میشود و سعدی هم صحبت او میگردد و از صحبت او بارور میشود، از دانش و معرفتش برخوردار میشود و جانش آرامش می‌یابد. هر یک جان انسانی تشنه علم و معرفت است، تشنه کمالات است. وقتی که با همان صحبت دانشمندش که رفیق محبوبش او را هم نشین او کرد،
هم صحبت می شود و از اون انسان یک دانش و معرفت و ادب و اخلاق خیلی زیاد رو برآور می گردد و با او از او می پرسد که این بزرگواری، این نجابت، این زیبایی که در باطنت نهان است از کجا پیدا شده است؟ و هم بزرگوار به او قصه خود را نقل می کند که هم نشین بود است با بزرگوار دیگری و از او کمال یافته است و این کمالات او اکنون به سعدی اثر کرده است و انا با توسط امین شعر تا امروز به همگان اثر کرده استوده است. بله. و استاد باز یک جهت تاکیدی و تربیوی و اخلاقی دارد این مصرع شعر کمال همنشین بر من اثر کرد. یعنی هر یک انسان را هوشدار می سازد که تو انسان ها بدانند با کی ششت و خیز کنند، انسان ها دورندیش باشند تو حدی که سفید رو از سیاه فرق کرده توانند، تا حد دورندیش باشند که یعنی خلق و اطوار خیش رو نظارت کرده توانند و تا حد فاضل باشند که از همین کمال انسانی و کمال همنشین بهره برداری کردن توانند. در این باره استاد شما چی گفتنی دارید؟ تمام زندگی، تمام طبیعت، تمام جمعیت در چارچوبه قانون است. قانون است، آفرینش اما قانون است. تمام فنایی که در درس میخونیم، در مکتب او میخونیم، اما در چارچوبه قانون است. قانونهای گوناگون را می آموزیم میفهمیم. طبیعت قانون خودش را دارد، جمعیت قانون خودش را دارد، عائله قانونش خودش را دارد. استاد دولت قانون خود را دارد. بله، دولت قانون خودش را دارد و همه همین قانون یک چارچوبه هست. در خانه که چارچوبه معینی هست که حال خانواده، سردار خانواده، پدر است، مادر است. در مکتب قانون و قایده های خودش است. در جامعه قانون و قایده های خودش هستند و انسان ها باید از دایره همه قانون و هر قانون در طبیعت باشد، در زندگی باشد، در جمعیت باشد، اگر قانون ویران شود، بله، اگر از چارچوبه قانون بیرون برویم، انسان او با تناسب گم می شود. بله، تناسب گم می، موازنت گم می شود و انسان او از دایره قانون که برآمدن بدبختی است، بلا است، رنج است، عذاب است و از دایره قانون برآمدن ممکن است. و می بیایم به مسئله امنشین. بله. امنشینی که اما قانون رو درک میکند، قانون فلسفه زندگی است، اما امنشینی که خودش در دایره چارچوبه قانون ادب است، قانون دولت است، قانون طبیعت است، امنشین خوب است، کمال دارد، با کمال رسیدگی است و اون امنشین البته اما امنشین دیگرش رو با کمال میرساند، او رو برای راست هدایت میکند، او رو راهنمایی میکند و البته با تعبیر امون ضرب المثل در بین مردم رایج بودگی با ما شدیم ماس میشنیم. در اینجا ما میتوانیم همین روزهایی که 25 28 نویبر در شهر خروغ رخ دادن، البته وضعیت یک وضعیت ناگوار بود، غیر اخلاقی بود، همچون شهروند، همچون ساکن همین شهر ما حق و حقوق داریم که اندیشه خیش رو مایان کنیم، زیرا که ما همچون دیگر انسان ها در همین شهر برای رشد و نموی اون سهمگذاری نموده استودهیم، برای آینده نیک فرزندان خود ما تلاش داریم. و استاد حادثه هایی که بودن که در چارچوبه اخلاق و در چارچوبه آداب نبودند، کمال همنشین بر من اثر کرد. این مصرع بزرگ، قطعه شعری شاعر بزرگ را امروز ما مثال آورده، من شما استاد همچون زیایی برای جوانان چه هدایت دارید؟ یعنی می توانیم جوانان را تلقین نماییم که همنشینی را انتخاب نمایند که آن همنشین آنها را به کمال معرفت رساند، نه اینکه برعکس همنشین آن گروه هایی بشوند که ویا از تاریخ و از فرهنگ و از تمدن و از هستی و از ذکاوت و از فراست و اصالت ملت ناآگاه هستند، بیخبر هستند. وابسته به واقعه های رخ داده عموما زندگی مردم را ناراحت کرد.
هر یک انسان زکی و باهوش رو خواتر می‌سازد. من خواهش افتاده شده مردم. مردم همه خواتر شد. دولتی داریم گرد اطرافش طوفان زیاد حوادث است. گرد اطراف، چهار طرفش. چهار طرفش. و وقتی که در گرد همین در موبین همین طوفان حوادث در تاجیکستان آرام و آسوده همون اندک اگر ناراحتی شود همه خواتر می شود. چرا که ما همین بدبختی ناراحتی رو اثر گذارانیم. شاید نسل جوان سالای 90 رو در خاطر ندارن، ولی نسل کلانسال او بدبختی اوی که بعد چندین سال مهنت حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا سرور مملکت ما انامین آرامی و آسودگی که به دست آمد با یک مهنت زیادی روی کار آمد و وقتی که همین واقعا رخ دادن اما رو آشفته کرد. این یک طرف مسئله دیگر اکثریت آدمانی که در امان قضیه اشتراک کردن در امان گرد امانی اشتراک کردن اکثریت جوانان بودن و دور بود از من اگر من در اکثریت جوانان گویم که نه جوانان ما جوانان خوب نیستند. جوانان بدخشان مانند دیگر جوانان تاجیکستان جوانان بهترینند. مثال های مشخص دارم. جوانانی که در طول 3 سال آخر در وقت دعوت بهاری و تیرمایی یکمین شده با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان استاد میره. منظور شما این است که یعنی همین گروه های نوآگاهی در تاریخ 25-28 بله من از به مسئله هم نشین میبینم همه جوانان بلخشان هم معرفی کرده نمیتوانم. این یک گروه نوآگاه است که باید که اینها رو تربیت کرد. بله نادیده ممکن نیست اون چیزی که در طول 30 سال و مخصوصا 20 سال آخر در تاجیکستان هم در بدخشان روی کار آمده و را نادیده گرفته ممکن نیست. چی خدر آبادی است در شهر خورو در نایه شغنان در تمام بدخشان در تمام تاجیکستان این را نه فقط دوستان بلکه رقیبان هم اعتراف کرده استودن. یکان ساحه نیست در زندگی روزه همان یکان آبادکاری نیست دوستی و دشمنی و ننگ و ناموسی و همه چیزها همه وابسته به جوانان است و جوانان همه در جای خود رسالت خود را اجرا کرده استودن و برای من بار دیگر میگویم که دور از من بود من در باره تمام جوانان بدخشان گپ زنم. جوانانی که در امان گردمایی اشتراک کردن در بی‌ترتیبی اشتراک کردن گروه معینی قانون رو ویران کردن از دایره قانون بیرون برآمدن بعضی جنایت صادر هم بله جنایت هم صادر چون که وقتی که قانون رو ویران میکنه لکه جنایت صادر شد لیکن اکثریت جوانان رو باز گفتم میخوام که اونایی که اشتراک کردن این اکنون کار سست ما آموزگاران است. کار سست همه جامعه است. بله جامعه است. پدر و مادران است. پدر و مادران است. بله چون که از مد نظرمون دور موندن اکثریت اونو که در امین بیترتیبه و اشتراک کردن و مسئله دیگر وابسته به امین یک فکر و اندیشه هم را هم بیان کرده میخوام که دولت و دولت داری یک چیز چی نیست اوار نیست که همش راست روی و قدم زنی و در دولت و دولت داری پستی و بلنده ها هست نشیب و فراز هست و وابسته به من همین گپ رو هم گفتم میخوام که اون شخصانی که در همین بیترتیبی ها اشتراک کردن البته اونایی که قانون ویران کردن البته اونایی که به جنایت دست زدن این معلوم است که در پیش قانون جواب میدن اونا رو راهنمایی کردن در کورس تو اینکه به هم نشینان بعد هم نشین نشون و می بیاییم که جوانان را دعوت میکنه که امنشین اون جوانانی باشن که یکمین شده سینه را با پیش کرده با صف قواه های مسئله جمهوری تاجیکستان رفتن اون اوی که امروز در دانشگاه های بانفوس تحصیل کرده اونایی که زبوندون هستن اونایی که گل سر سبد هستن اونایی که
Оно, яке му, оно ро, аз, кадом нин такай тоже, кестом боша, аз кадом, жоне деке му, вале му, му оно ро тарихе, шабакаое, телевизион ме бини, бо оно фахр ме кун. Аз оно и брат грифтан дарко, бо оно пайрави кардан дарко. Бо оно хамниши бодан дарко. Чун Лукмон Хаким ро ме пурсан, ке адаб ро аз ке о мухтаи, мегад аз бе адабон. Кори ке бе адабон кардан, ман ба он кор дас назадам, ва аз он кор дури чустам. Ва билохира, ин гуфтай Лукмон Аким, имрус ба амин рузхо, ба амин вокахой хорух басо тавхам аст. Яне, джавонон ро ме бояд, кори ке инсони фитратан но комил мекунад, азу дури бояд чуст. Азу дури чуст, то ке мо сахви накунем, мо хатоги накунем. Ояндай дурахшони фарзандони худро таъмин намоем. Дони ки чи гуфт зол бо Рустами гурд. Душман натавон ҳақиро бечора шумон. Дидем басо ки сарчашмаи хурд чун пештар омад. Шутуру бор, бибор. Вале, имрӯз агар аз шабакаҳои иҷтимоӣ нигоҳ кунем, гирду атрофи мо, гирду атрофи давлати мо, чи қадар ташвиқоту, чи қадар ҳуҷумҳои идеологӣ аст. Ва ин дар назари аввал шояд ба назар як чизи оддӣ, як чизи сабуке намояд. Лекин агар амиқ андешем, агар амин пеши рой он, пеши рой амин чизро нагирем, агар нисбат ба он вокуниш накунем, агар нисбат ба он муқовимат накунем, оқибат ки медонад ки оқибати мо чӣ мешавад. Ва мо бояд аз амин чизро парҳез кунем. Парҳез кунем. Ибрат гирем. Бале, ибрат гирем ки боре дигар мегӯем ки бадбахтиҳое ки ба сари мо чанд даҳсола пеш омадагӣ буда, мо бояд аз онҳо парҳез кунем. Ва як чизе ки бояд дар менталитети мардуми мо бошад, и якум фурутанӣ бошад. Фурутании хоксори ва дуюм таҳаммул. Ду чиз, ду истилоҳе аст ки бузургони имрӯзаи мо, у шахсони бонуфузе ки имрӯз гирду атроф мо бо мо суҳбат мекунанд ва гап мезананд, асосан дар атроф ҳамин ду калима гап мезананд. Фурутанӣ ва таҳаммул. Ва вақте ки ҳамин фурутанӣ бошад ва таҳаммул бошад, албатта мо хушбахт мешавем. کمول همیشه بر من اثر کرد. سخنان انتهایی شما چگونه هستند برای جوانان؟ وقتی که امنشین آن اوی باشیم که آن او برای ما خوشبختی می آورند، آنهایی که ما رو برای روز هدایت می کنند، آنهایی که خوشبختی ما رو می خواهند، الان امنشین همون او باشیم، امنشین سخنان آن او باشیم، امنشین همون آرزوی امید و راهنمایی آن او باشیم. کمول همنشین بر من اثر کرد، یعنی دوری جستن از اون گروه هایی که ناآگاه هستند، منفعت دولت و ملت رو نمیخواهند و دوری جستن از اون گروه هایی که منفعت و تقاضای شخصی خیش رو از منفعت و هویت های ملی بالاتر میدونند. سلامت باش استاد. برای صحبت صمیمی شما ما عرض سپاس میگیم. در صحبت ما حضور داشتند استاد ارجمند، یکی از زیویون ناحیه شغنان، سرور مؤسسه تعلیمی رقم 23 شفقت اولو نظرف. در امان باشید، در ثبات باشید، تو دیدار.